سرخط خبرها. ابتلای 40 پزشک و 130 پرستار به ویروس کرونا در قم. ارتش ایران رزمایش آمادگی مقابله با حمله بیولوژیک برگزار می‌کند. ابتلای بیش از 350 هزار نفر در دنیا به ویروس کرونا. صدر اعظم آلمان قرنطینه شد. حلقه محدودیت رفت و آمدها در ایتالیا تنگ‌تر. واکنش به بیانیه وزارت خارجه ایران درباره اختلافات سیاسی داخلی افغانستان. کابل میگوید برداشت تهران از مسائل سطحی است. و انصراف کانادا و استرالیا از شرکت در المپیک 2020. نخست وزیر ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک از احتمال تأخیر در برگزاری بازی‌ها خبر دادند. سلام، عصرتون بخیر. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از مرگ 1812 نفر حکایت دارد. همزمان به گفته سرپرست هلال احمر ایران 8.5 میلیون نفر در 19 استان ایران به سفر نوروزی رفتند و در این حجم بالای خروج حدود 6500 نفر با علائم مشکوک به کرونا شناسایی شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته وقتی مسافران نوروزی برگردند اوضاع بدتر می شود. به گفته دانشگاه علوم پزشکی شهر قم تنها در این استان 40 پزشک و 130 پرستار به این بیماری مبتلا شدند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. من باز هم به مردم رئیس جمهور ایران میگوید مردم نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کردند. دید و بازدیدهای عید رو در فضای غیر حضوری انجام دادند. سفرها رو بسیاری از مردم کنسل کردند، حالا چه به وسایل شخصیشون می‌خواستن برن چه وسایل عمومیشون می‌خواستن برن، و اونهایی هم که به سفر رفتند باز گزارشات ما اینه که در محل سکونت جدیدشون موندن و این مسئله قرنطینه شخصی و داوطلبانه رو همه دارن اجرا میکنن. و هموطنان همچنان خارج از منزل و در حال تردد در سفر. اما فرمانده ستاد مقابله با کرونا هشدار داده که بازگشت مسافران اوضاع را در تهران بدتر می‌کند. این روزها همه از مردم می‌خواهند در خانه بمانند و از دید و بازدیدهای عید خودداری کنند. اما در روزهای گذشته و به گزارش هلال احمر بیش از 8.5 میلیون نفر از 19 استان ایران خارج شدند. بسیاری از شهرها و استانها همچنان در وضعیت هشدار و قرمز هستند. وبسایت خبر آنلاین از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در استان مازندران به دلیل دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی خبر می‌دهد. حالا ستاد کل نیروهای مسلح هم از انجام رزمایش بیولوژیک خبر داده. انشاءالله 48 ساعت آینده از همه عزیزان دعوت می‌کنیم در اون نقطه‌ای که نیروی زمینی انتخاب خواهد کرد و اقداماتش را انجام خواهد داد، ما یک مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاهی 2000 تخت خوابی رو ایجاد کنیم که اگر لازم شد در آینده مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته که بیمارستان‌های نیروهای مسلح هیچ گونه تجهیزات دولتی برای مقابله با کرونا دریافت نکردند. این هم دیدار مجازی رئیس جمهور ایران با کادر پزشکی در چندین بیمارستان. رئیس مجلس ایران هم از تعداد زیاد نمایندگانی خبر داده که به کرونا مبتلا شدند و همینطور از مردم خواسته 13 به در در خانه های خود بمانند. همینجا از مردم عزیز میخوام که اون پروتکل هایی که برای بهداشت این بیماری در نظر گرفته شده رو رعایت کنن و معمولا ساکن شدن در منزل از همه مهمتر هست. و من همینجا باز تأکید میکنم که اطبای مختلف در این چند روز که با من تماس داشتن هنوز نگران سفرها هستند. امروز هم مثل هر روز وزارت بهداشت آمارهای رسمی کرونا را اعلام کرد. تا امروز 23049 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده، 1812 نفر به علت ابتلا به این ویروس جان باختند و 8376 نفر نیز بهبود یافتند.
تعداد جان باختگان و مبتلایان هر روز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بالا می رود. در این روزها هم سیاستمداران و مقامات حکومتی و هم متخصصان و پزشکان یک حرف مشترک دارند: در خانه بمانید. مریم افشنگ، بی بی سی. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از پاریس با ماست. فکر می کنم آقای شعله سعدی مهمان ما. آقای شعله سعدی خوش آمدید به برنامه. در وقتی اول هم آقای روحانی هم بسیار دیگر از مقام های ایران در چند روز گذشته به نوعی تحریم های آمریکا رو مؤثر دونستن در شرایط فعلی و در واقع با کمپین مبارزه با کرونا در ایران. چقدر میشه در واقع تحریم های آمریکا رو مؤثر دونست؟ خب این که تحریم هایی که آمریکا وضع کرده مشکلات اقتصادی بسیار برای ایران ایجاد کرده، این رو نمیشه انکار کرد. ایران هم دست و پنجه نرم میکنه با مشکلات شدید اقتصادی در کلیت اقتصادش و همچنین با کمبود امکانات و وسایل پزشکی و در شرایط تحریم به تبع بسیار پیچیده و سخت هست که ایران بتونه تامین بکنه موادی رو که احتیاج داره حداقل در کوتاه مدت. این که تحریم تاثیر داره، قطعا تاثیر داره. سوء مدیریت هم یک بخشی از این مشکل رو تشدید میکنه. من دیدم که آقای روحانی گفتن که مسافرین نوروزی دستورالعمل ها رعایت کردن. من خوشحالم که ایشون تونستن به عموم مسافرین لاقل سر بزنن و در واقع چک کنن که دستورالعمل ها رعایت شده، ولی خب این افرادی که مسافرت کردن در واقع دستورالعمل اولیه‌ای که قرار بود مسافرت نکنن و در منزل بمونن رو زیر پا گذاشتن و حالا چطور اینها بقیه دستورالعمل ها رعایت کردن برای من عجیب هستش که آقای روحانی با این اطمینان این حرف رو میزنه. میخوام بگم که یک بخشیش هم به خاطر سوء مدیریتی است که خب به هر حال باید تو ایران اصلاح بشه و بتونن جلوی یک سری از مواردی که باعث تشدید این بحران میشه رو بگیرن. آقای شعله سعدی، دیروز شنیدیم که رهبر ایران به نوعی در واقع اتهام نقش داشتن آمریکا در تولید و انتشار این ویروس را مطرح کرد، در حالی که میشنویم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که همین بحران کرونا میتونه اثرات بسیار جدی و ضربه های بسیار محکمی هم به اقتصاد آمریکا وارد بکنه هم به اقتصاد جهانی. این دیگه از حالت احتمال گذشته و به یک یقین در واقع رسیده. همین الانش من فکر میکنم که اثرات اقتصادی که ویروس کرونا توی اقتصاد بین المللی گذاشته حتی از بحران اقتصادی سال 2008-2009 هم فراتر رفته تر همین الانش و حالا در آینده به نظر من بسیار وخیمتر میشه. و ما یادمون میاد که در واقع توی سال 2008-2009 بحران اقتصادی از در واقع بنگاه‌های مالی شروع شد و در واقع بورس و اینها اولین آسیب ها رو دیدن، ولی این دفعه آنچنان این اثر اقتصادی بالاتر هست از اون چیزی که در واقع اون سال 2008-2009 بوده که اثرات مالیش یک بخشی از اثرات اقتصادی هست. من فکر می‌کنم در اقتصاد کلان بین‌المللی بسیار آسیب ایجاد خواهد کرد، کماری که ما می‌بینیم در بسیار از کشورها همین الان بسته‌های مالی بسیار عظیمی رو دارن طراحی می‌کنن و همین الان یه بخش زیادیش رو در واقع آزاد کردن که بتونن مقابله بکنن. در اروپا هزاران میلیارد دلار دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن برای مقابله با این قضیه. در امریکا حرف از این هست که تا الان حدود 5,000 میلیارد دلار رو دولت آمریکا اختصاص بده به قضیه که 1,000 خورده میلیاردش تا همین الان در واقع تصویب شده. و خب این هزینه هایی هست که بر اقتصاد بین المللی الان سنگینی خواهد کرد. تا سالهای آینده این بر دوش در واقع اقتصاد خواهد موند و چیزی نیست که در کوتاه مدت برطرف بشه. من فکر می‌کنم سالیان سال اثرات این بحران در واقع اجتماعی بهداشتی و اقتصادی ادامه پیدا بکنه و حتی میتونه به شرایط بسیار وخیمی بیانجامه. متشکرم. محمد جواد شعله زعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل با ما. و اما آخرین آمار ابتلای جهانی به کرونا 352,694 مورد هست به گفته وبسایت ورلد میترز. 15,374 قربانی و 100,605 بهبود یافته از این بیماری. در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا، دولت محدودیت‌ها برای حضور در اماکن عمومی را سخت‌تر کرده. مردم اجازه ندارند از محله‌ای که در آن هستند خارج شوند و تنها کسب و کارهای به شدت ضروری اجازه دارند.
باز باشند. ایتالیا بیشترین شمار جانباختگان کرونا در جهان را ثبت کرده. همزمان در هنگ کنگ نگرانی از بروز موج جدیدی از این بیماری باعث شده دولت ورود خارجی ها را به مدت 2 هفته ممنوع کند. آلمان هم اجتماع بیش از 2 نفر در اماکن عمومی را محدود کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. برلین اولین روز اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای مقابله با کرونا. ممنوعیت اجتماع بیش از 2 نفر در محل‌های عمومی به جز محل کار. تنها می‌توان برای خرید غذا و دارو یا ورزش انفرادی بیرون رفت. سیاستی که صدر اعظم آلمان دیروز اعلام کرد. اکثریت مردم میدونن که این وظیفه هر فردیه که احساس مسئولیت کنه. هر فردی میتونه و باید سهم خودش رو برای مهار این ویروس انجام بده. ساعتی بعد از این کنفرانس خبری، آنگلا مرکل 64 ساله خود به قرنطینه رفت. بعد از اینکه مشخص شد پزشکی که او را اخیراً درمان کرده بود به کرونا مبتلا شده. بزرگترین اقتصاد اروپا شاهد ابتلای نزدیک به 19 هزار نفر و جانباختن 55 نفر بوده. در اسپانیا سرعت ابتلا بسیار شدید بوده. شمار کل مبتلایان از 2000 نفر گذشته. این مرکز فرهنگی به یک بیمارستان موقت تبدیل شده و ارتش کار ضد عفونی کردن خیابانها را به عهده گرفته. ارتش در سوئیس هم به میدان آمده برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم. 8000 نیروی نظامی برای کمک به پزشکان و پرستاران در آماده باشند. کشوری که با اینکه بیش از 7000 مبتلا دارد اما نسبت به جمعیتش از نظر شمار مبتلایان بعد از ایتالیا در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. در بریتانیا پارک‌ها همچنان شلوغ، هرچند که بسیاری از خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی به شدت خلوت شده. در کشوری که 281 نفر جان خود را به کرونا باختند، دولت هشدار داده اگر مردم از حضور غیر ضروری در اماکن عمومی خودداری نکنند، قوانین سخت‌تری وضع خواهد کرد. لطفاً به توصیه ها عمل کنید. فکر نکنید هوایی سالم به تنهایی به شما مسئولیت می دهد. باید 2 متر از یکدیگر فاصله بگیرید. اما ایتالیا همچنان کانون کرونا در جهان. کشوری که شاهد بیشترین شمار قربانیان این ویروس بوده. حتی بالاتر از چین، جایی که کرونا اولین بار دیده شد. شمار جانباختگان اینجا به تقریباً 5500 نفر رسیده، هرچند که سرعت ابتلا کمی کاهش پیدا کرده. ظرفیت بیمارستان‌ها رو به اتمام است و نیروهای درمانی زیر فشار. تا جایی که این پزشکان برای کمک از کوبا به ایتالیا آمدند. شرایط قرنطینه سخت‌تر شده. مردم اجازه ندارند از محله خود خارج شوند و تنها کسب و کارهای به شدت ضروری می‌توانند باز بمانند. اینجا در نیویورک کانون کرونا در آمریکا. شهردار درباره کمبود امکانات پزشکی هشدار داده. اینکه ماسک و لباس‌های محافظتی در حال تمام شدنند. در واکنش دونالد ترامپ در ایالت‌های نیویورک و واشنگتن وضعیت اضطراری اعلام کرده تا بودجه لازم برای فراهم کردن امکانات پزشکی تأمین شود. بیمارستان‌های موقت برپا می‌شوند و یک کشتی نیروی دریایی به لس آنجلس خواهد رفت تا به بیمارستانی 1000 تخت خوابی تبدیل شود. اما در آسیا، جایی که به نظر می‌رسد روند ابتلا کن شده، نگرانی از آمدن موج جدید کرونا به هنگ کنگ و اعلام محدودیت‌های بیشتر برای مسافران خارجی. از چهارشنبه به مدت 2 هفته به کسانی که ساکن هنگ کنگ نیستند و با هواپیما به اینجا آمدن اجازه ورود داده نخواهد شد. همچنین مسافرانی که ساکن هنگ کنگ نیستند و از چین، ماکائو و تایوان آمدند، اگر ظرف 14 روز قبل از رسیدن به هنگ کنگ به خارج سفر کرده باشند، اجازه ورود نمی‌گیرند. تلاش برای اولویت دادن به سلامت عمومی در یکی از اصلی ترین مراکز مالی بین المللی، همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی این بیماری. تهدید رکودی بی سابقه که در خیابان‌های فرو رفته در سکوت کشورهای آسیب دیده در کمین نشسته. باران عباسی، بی بی سی.
در بریتانیا دولت تلاش تازه‌ای را شروع کرده تا قوانینی را به تصویب مجلس عوام برساند که راه را برای اعمال محدودیت‌های بیشتر به ویژه بر رفت آمدهای غیر ضروری هموار کند. وزیر بهداشت بریتانیا امروز در گفتگو با بی بی سی با انتقاد از کسانی که خواسته دولت برای ماندن در خانه را نادیده گرفتند، گفت اگر شرایط چنین پیش برود ممکن است سختگیری‌های بیشتری اعمال شود. علی همدانی همکارم از شرق لندن با ماسلی از آخرین آمار ابتلا بگو. آمار مبتلایان به ویروس کرونا اینجا در بریتانیا به رقم 6000 نفر نزدیک میشه. دوشنبه پیش، درست یک هفته پیش، این آمار 1/5 بود. میبینیم که جهش داشته. حدود 281 نفر هم فوت کردن. البته این آمار همینطور داره اضافه میشه. امروز قرار هستش که کمی دیرتر دوباره ما بروز بشیم در مورد تعداد آدم هایی که یا مبتلا شدن یا درگذشتن. امروز همونطور که گفتی، وزیر بهداشت بریتانیا در گفتگویی که با بی بی سی داشتش، از آن دسته که درخواست های دولت رو نادیده میگیرن به عنوان خودخواه یاد کردش. او گفتش که ما از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنیم و حتما کارهایی رو خواهیم کرد اگر لازم باشه برای اینکه مردم در خونه ها بمونن. این رو اشاره بکنم که لندن بسیار بسیار خلوت هست، شهر پرهیاهویی که میشناسیم، اونطور که حتی مطبوعات نوشتن به شهر ارواح تبدیل شده، انقدر که خلوت هست. با این همه دولت هنوز میخواد از مردم که بیشتر مراعات بکنن. همونطور که در روزهای گذشته هم گفتیم، به دلیلی که هوا بسیار مطبوع شده در بریتانیا، بسیاری به خیابون ها رفتن به سواحل جنوب انگلستان رفتن و این باعث شده که بسیار به ویژه در دولت خشم بسیاری از وزرای کابینه برانگیخته بشه. حتی دیروز گزارش شدش که برخی از پارک ها رو میخوان ببندن. امروز نمایندگان پارلمان بریتانیا مجلس عوام به جلسه رفتن تا لوایحی رو که دولت میخواد رو بررسی بکنن، تصویب بکنن، لوایحی که میتونه به دولت کمک بکنه تا قوانین سختگیرانه تری رو اینجا در بریتانیا اعمال بکنن، قوانینی که مشابهش رو در اسپانیا و ایتالیا دیدیم، گرچه جزئیاتی رو دولت نمیده. میدونیم که نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون چند روز قبل گفته بود که بریتانیا کشور آزادی هست و نمیخوان قوانین منع رفت و آمد رو در واقع اینجا اعمال بکنن. اما اونطور که وزیر بهداشت بریتانیا امروز در مصاحبه گفته، هیچ چیز، هیچ گزینه رو رد نکرده و گفته اگر مردم رعایت نکنن مجبور هستیم که به اون سمت بریم. اونطور که تحلیلگران میگن، به ویژه در بی بی سی، ممکن هست در طول 24 ساعت آینده ما شاهد وضع قوانین سختگیرانه تری باشیم، از جمله بسته شدن فروشگاه ها و تجارت هایی که غیر ضروری هست و ضروری نیستش، و همینطور ممکن است تمام پارک ها رو هم ببندن. متشکرم علی همدانی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه ای از احتمال توطئه آمریکایی در شیوع ویروس کرونا سخن گفت، ارتش ایران اعلام کرد که رزمایش مقابله با جنگ بیولوژیک برگزار می‌کند. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 350,000 نفر گذشت. تعداد جان باختگان به حدود 15,000 نفر رسید و محدودیت تجمع و رفت آمد در اروپا تشدید شد. در ادامه این برنامه، تکرار تاریخ، المپیک توکیو یک بار به خاطر جنگ جهانی دوم لغو شد، حالا شاید به خاطر ویروس کرونا به تاخیر بیفتد. و اما یک منبع موثق در دولت افغانستان به بی بی سی گفته دو دیپلمات ایرانی که حدود 6 ماه پیش از افغانستان اخراج شدند، مشغول جاسوسی و مسلح سازی افراد بودند. تا کنون هیچ منبع دیگری خارج از دولت افغانستان این ادعا را تایید نکرده. پیش از این منابع دیگری گفته بودند که دولت ایران به تلافی این اقدام دولت افغانستان دو دیپلمات این کشور را از ایران اخراج کرده. وزارت خارجه ایران اما گفته که جابجایی دیپلمات‌ها و افزایش و کاهش آنها امری معمول در روابط دیپلماتیک است و هر جابجایی به معنی اخراج نیست. وزارت خارجه افغانستان هم گفته که روابط دو کشور عادی است. زاکر حسین ارشاد، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای ارشاد، چقدر میشه پذیرفت که روابط بین دو کشور عادیه؟ والا در رابطه با عادی بودن روابط دو کشور خیلی ممکنه ما بحث نداشته باشیم، ولی آن چیزی که این روابط عادی را حداقل با برخی از پرسش ها فعلا مواجه ساخته، نوع مناسبات سیاسی است که معطوف به آرایش های کلان بین المللی در افغانستان متاسفانه شکل می گیره. به عبارت دیگر، اوضاع سیاسی افغانستان
به صورت جدی و مستقیم متاثر از نوع صفبندی ها و آرایش هایی است که در منطقه میان بازیگران و به ویژه بین ایران و آمریکا وجود دارد و این خود را باستاب میده در بازی های داخلی و در عین حال نوع تعیین نسبت هایی که کشورهای دیگر نسبت به اوضاع سیاسی افغانستان از خود نشان میده و معمولا ممکنه این روابط را بعضن با تنش همراه بسازه. وزارت خارجه افغانستان گفته که ایران برخوردش با مسائل افغانستان برخورد سطحیه. چه انتظاری از ایران میره در این موقعیت؟ خب همچه صحبت هایی ممکنه باز ریشه داشته باشه به نوع تعیین نسبتی که بعد از اعلام نتایج انتخابات جمهوری اسلامی ایران در قبال اعلام نتایج انتخابات از خود نشان داد. طبیعی است که خب این نوع برخورد حداقل مورد انتظاری تیم دولت ساز و به صورت خاص ممکنه دستگاه دیپلماتیک وزارت خارجه افغانستان که به نحو مشخص در یک صفبندی خاص قرار داره نبود. نتیجتا وقتی که این چنین واکنش ممکنه یا برخوردی از سوی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قضایا و تحولات افغانستان صورت میگیره، خب باستاب خود رایی در قالب چنین موقف یا موضع‌گیری نشان میده که وزارت خارجه افغانستان موقف ایران را در قضایای افغانستان سطحی تحلیل و ارزیابی بکنه. متشکرم. ذاکر حسین شاه، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان با ما. برای اولین بار برگزار کنندگان ژاپنی المپیک 2020 توکیو از احتمال عقب افتادن این بازی ها خبر دادند. با کنار کشیدن دو تیم مطرح استرالیا و کانادا، فشارها برای عقب انداختن بازی های تابستان امسال بیشتر شده. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میگوید احتمال عقب افتادن در حال بررسی است و در تازه ترین تحول سباستیان کو رئیس فدراسیون جهانی دو میدانی در نامه‌ای از کمیته جهانی المپیک خواسته تا بازی ها را عقب بیاندازند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، به نظر تصمیم واضحی باید بیاد، یعنی خب وقتی که این همه فدراسیون جهانی چندین و چند مسابقه های بین المللی رو در واقع به تعویق انداختن، عجیبه که ژاپن اینقدر پافشاری میکنه. درود بر شما همچنین بینندگان محترم. دقیقا همینطوره، هم ژاپن آقای آبه و هم توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک این مقدار محافظه‌کاری و اصرار بر سر این موزه که المپیک سر وقت برگزار خواهد شد خیلی عجیب بود، با توجه به اینکه حداقل کاری که از اونو برمی اومد این بود که اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه رو به مقامات حوزه بهداشت و سلامت واگذار کنن و خودشون به تأکید نگن که حتما انجام میشه، وقتی که بخش بزرگی از جهان الان در قرنطینه خانگیه، از خونه ها نباید بیان بیرون، قهرمانان نمیتونن تمرین کنن و اردوها کاملا به تعویق افتاده، تعطیل شده، هیچ مسابقه ورزشی در حال برگزاری نیست و معلوم نیست مسابقات از کی برگزار بشه و مشخصا درباره خود المپیک وقتی که رقابت‌های گزینشی هنوز ناتمام مونده، وقتی که هیچ پروازی در کار نیست و معلوم نیست از کی دنیا به شرایط عادی برگرده و کشورهای صاحب ورزش نظیر اسپانیا و ایتالیا به شدت درگیر این بحران هستند و کشورهای دیگر صاحب ورزش مثل آمریکا یا انگلستان اینا هم درگیر این موضوع شدن و در سراسر جهان حتی خود ژاپن هم درگیر کروناست، اصرار بر سر انجام بازی‌های المپیک بسیار عجیب بود و طبیعتاً کاملا قابل پیش بینیه که البته نباید میگذاشتن به اینجا بکشه که کشورها کنارگیری کنن، یعنی این از شأن خود آی‌او‌سی هم کم میکنه، ولی در نهایت مشخصه که بعد از 76 سال مجدداً المپیک به تعویق خواهد افتاد. بعضی از منتقدان کمیته بین‌المللی المپیک معتقدند که به دنبال در واقع منافع مالی هستند و در پول که داره در واقع تأثیر میذاره بر تصمیم گیری این کمیته. چقدر این انتقاد به جاست به نظر شما؟ وقتی که رقابت‌های ورزشی در سراسر جهان لغو شده و برنامه‌ای هم برای از سرگیری اون وجود نداره، حتی حوصله‌ای نیست بر سر اینکه بشینن صحبت کنن کی می‌خوان این کارو انجام بدن، چون طبیعتاً کسی چیزی نمی‌دونه و فقط مقامات حوزه بهداشت و سلامت در کشورهای مختلف، سازمان بهداشت جهانی، اونا هستن که میتونن، حتی اونها هم با قاطعیت نمیگن که مثلا 5 ماه دیگه زندگی عادی از سر خواهد گرفته شد. به همین خاطر منم با این در واقع دیدگاه موافقم که جز انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی هیچ منطقه دیگه ای پشت اصرار کمیته بین المللی المپیک و از خود ژاپن هم بسیار عجیبه
که به هر حال از اونها این انتظار نمی‌رفت که آقای آبه هفته پیش با قاطعیت میگفت که المپیک سر وقت، خب میدونیم 4 ماه دیگه افتتاحیه است و خیلی دور از ذهنه که در 4 ماه آینده رقابت‌های گزینشی برگزار بشه، کشورها از شر کرونا راحت بشن و بتونن بیان در المپیک شرکت کنن. به تعویق افتادن المپیک آیا به تیم‌های ایران کمک می‌کنه به نظرتون؟ نکته عجیب اینجاست که هم اسفند ماه و هم برای این فروردین بعضی فدراسیون مثل تکواندو و کشتی میگفتن که ما با رعایت پروتکل ها میخواییم اردوی تدارکاتی برگزار کنیم. خب این نقض بند اصلی پروتکل هاست که میگه تجمع ممنوع، یه اردو وقتی میخواییم بذاریم یعنی مجموعه ای از قهرمانان، مربیان، تدارکات، نگهبان، حراست، و این به شدت ریسک بالایی داشت و خیلی خوبه که الان اونا هم شنیدن که المپیک به تعویق میفته. و از طرفی 3 تا از برجسته ترین ورزشکاران ما، یعنی حسن یزدانی در کشتی آزاد، حمیده عباسعلی در کاراته و سهراب مرادی در وزنه برداری که شانس مدال طلای المپیک هستن، به تازگی عمل جراحی رو پشت سر گذاشتن و هر چی المپیک دیرتر برگزار بشه اونا هم میتونن با آمادگی بیشتری در بازی ها حضور پیدا کنن. متشکرم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. اما برای تغییر جو و حال و هوای کرونایی، این برنامه رو با تصنیف نرگس شیراز که مرشد حسین قلاسان رو به اجرا کرده به پایان می‌رسونیم. این تصنیف اولین بار در دهه 30 اجرا شد. گل به چمن باز آمد، گل به گلستان باز آمد، در بزم جهان چمن باو